ولی این کاری که امروز مردم ما دیدن، این در تاریخ ایران از اون شاه عباس صفوی تا الان که شاه عباس صفوی رفت تو ارمنستان، رفت با در واقع رفت گفت بعد که من برمیگردم این مجسمه رو براش ساختن و برگشت، تا امروزی که این ارمنستان باید بشینن اینجوری با مردم برن اونجا واکسن بزنن بیان، تاریخ ایران همچی خفتی رو نکشیده. اصلا من پزشک نیستم آقا، خفت دادی به مردم ایران، باید محاکمت کنن بابت این خفت شما و تمام دوروریای خودت. خجالت آوره. میخوای توبیخم کن، میخوای اخراجم کن، میخوای برو هر کاری میخوای بکن. من دکتر هاشمیان امروز در کشورم باید تبابت کنم، همه میدونن هر جای دنیا میخواستم میتونستم تبابت کنم. مثل شما نیستم که پرکتیس نداشته باشم، کار تبابت کردم، هر جای دنیا بخوام میتونم تبابت کنم، ولی کشورم هستم تا آخر عمرم، همینجا خاک میشم. ولی آقای نمکی خفت دادی به تمام پزشکی ایران، خفت دادی، بدبخت کردی. هیچ وزیری به شخصیت تو از نظر رفتارت، کردارت، عملت ندیدی، با بدبخت بود کردی. فردا نرو وزارت بهداشت، برو خونتون، برو یه کار دیگه، برو همون برنامه بودجه بشین، نکن اون ساختمون نمیاد. بری معاونت که دکتر ملکزاده بود، دیدی رفتم چی صحبت کردم، به خودش گفتم آقای دکتر اینتنسیویست نیستی، آی سی او من نیستی، مطالعه رمدسویر چرا دست توه، اون بساط سازمان جهانی بهداشت، اون داستان اتفاق افتاد، رک رفتم گفتم. ولی آقای نمکی شما هیچی از کووید نمیدونستی، الان هم نمیدونی، از واکسن هم همینطور، همه رفتارت، همه کارهات بر علیه مردم ایران بوده تو زمینه واکسن. تو زمینه واکسن به من ربطی نداره، من آی سی او منم، تو زمینه آی سی او بدبخت کردی مردم ایرانو. شما در این یه مدتی که بودی آقای نمکی، آقای دکتر جماعتی رئیس بورد رو چند بار رفتی ویزیت کردی یا گفتی بیا بشینیم با هم صحبت کنیم؟ انجمن آی سی او رو چند بار گفتی بیا بشینیم با هم صحبت کنیم علت مرگا چیه؟ هیچ وقت. هیچ وزیری در دنیا نیست که از آی سی او منا درخواست نکرده باشه که پروتکل بگید ببینیم علت مرگا چیه. فقط در دنیا یک نفره، اونم شخص نمکیه، که از اینتنسیویست های کشور درخواست نکرده جلسه بذاریم ببینیم علت مرگا چیه، چجوری میتونیم مرگا رو کم کنیم.